آقایان باید جواب بدن، مسئولین باید جواب بدن، شوخی نداریم. یک جوانی که نه امنیت شغلی داره، یه ازدواج پر ریسک داره، اونم تو سن بالا، تو سن بالا میخواد ازدواج کنه، میترسه، میگه نکنه آمار ازدواج 21.2% آمار طلاق تو کل کشور تو تهران که 1/3، میگه نکنه منم یکی از اونا باشم. ترس اصلا مونده، باید چی کار کنه بچه؟ از اون طرف اینو بذار کنار فشار جنسی که این 15-16 سالگی پسر به بلوغ رسیده، دختر هم کمتر، حالا تو سن بالا این چیکار کرده؟ یا سرخوردگی جنسی داشته، یا نعوذ بالله ارضای جنسی گناهالود داشته. تمام این فشارها به یه جا میگه بابا خسته میشه دیگه. میبینی دختره مثلا سن ازدواجش گذشته، هویت خودش رو تو دانشجو بودن تعریف میکنه. نه من هنوز دانشجو هم، هنوز هستم، پسرم همینه، اصلا نیازی نداره به اون مدرک، اون شوهر میخواد، پسرم زن میخواد. واقعیت اینه. ویل کن شره برای که دیگر که به خوب تو مخت میخوان بچکونن. گوش کن، هر روز فک و فامیل میبینه ازدواج نکردی؟ نه دانشجو هم انشالله ارشد شرکت کردم. ارشد هنو پایان نامم. چی شد فلانی ازدواج کرد؟ این دورو بریا میرن، این بچه اصلا به یه مرحله انفجار دارن میرسونن جامعه جوان ما رو. بعد انتظار داریم به سمت هویت غربی هن. بعد این دوست داره چیکار کنه؟ فرار کنه بره یه جایی که هیچکی بگید نشناسدش. و چیکارش کردی باش؟ لامصبا برداشتید وام گذاشتید 25 میلیون تا واسه آهن. من نمیگم 25 میلیون به اونم وام میدی، به اینم وام بده، بیا یه وام خرید جهیزیه بده، طرحو من دارم بهت میدم، برو اجرا کن، اسم خودت بزن. برید وام خرید جهیزیه چرا نمیدید 5 میلیون ها؟ بگو تو این وام به شرطی در اختیارت قرار میگیره، فقط بری کالاهای چی بخری؟ ایرانی بخری. اینم گفتن داره هم تولید داخلی داره حمایت میکنه، هم از چی؟ ازدواج. اینها بابا تو مملکت و شرطشو فراهم کردی برای زندگی مجردی، زندگی متحرری سخت کردی، همه تو همه هم خوابیدن، همه هم باستن یکی دیگه کاری کنن، مسئولینمون گرفته، دولت، مجلس، اینور اون طرف، بالا پایین، همه حوزه دانشگاه، همه باستن یکی یه کاری بکنه. بابا این نمیشه که. به خدا تو گناه اینا شریکید. خدا اون قوم سبأ رو برای چی نابود کرد؟ برای اینکه اون کسایشون که گناه نمیکردن راضی شده بودن به گناه. تو نمیتونی آتیشو پنبر کنار هم دیگه نگه داری، گناه نکن. این جوان میاد تو خیابونی سر و عزا رو میبینه، خاریا رو از خارج اومد اینجا، از اروپا، میگه من اینجا بیشتر تحریک میشم، خدا گواهه، میگه لباسا اینو خیلی محرکه. بعد این طرف این بچه فقط تقوا پیشه کن. این میشه که اصلا من به شما میگم یکی از اصلی ترین دلایل گرایش به فرقه های نوظهور بحث جنسیه. آقا چه ربط داره؟ من بهت میگم برای این که این فشار داره بهش میاره، از اون طرف هم وجدان داره میخواد گناه بگید نکنید. دو دسته میشن، یه عده بگی خیال وجدان، یه بیدین میشن چون میخواد برون نمیتونه هم مسلمان باشه هم زنا کنه، هم مسلمان باشه هم عرق بخوره، نمیتونه. یا میرن سراغ فرقه یا مذهبی که اجازه این کار رو بهش بده. این دسته دومی ها میدونی یعنی چی؟ یعنی بابا این وجدان داره هنوز. تو همش میگه نه اخه جیزه بده، خب چی خوبه؟ لامصب مبشرن و نذیرا، یه بشارتی، و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، یه معروفی بشه. وقتی فساد تو جامعه رو گرفت باید تسهیل کنید امر ازدواجو. مردم هم وایستادن، خب بابا لامصب شما تکونی بخورید، توی که خونه دارید 3-4 خونه خالی افتاده، بابا بیا دستان جوون تو مسجد داری میری تو یه هر جا میری، تو جوون خوبی هستی چرا ازدواج نمیکنی؟ آقا جان بسم الله 3 خونت با من. بابا بیاید وام بدید اینا، من طرح بهتون بدم. بسم الله باش، بسم الله. بیاید وام بدید خونه بسازن، یعنی پوله میره میشه چی؟ دیوار میشه، یعنی خونه میشه نه ترس. زمین بهشون بده بگو هر کی ازدواج کرد 5 تو این خونه رایگان میشینه. شرطش میخوای تورم نشه، بیا من به دیات میدم، کاری نداری، برو بگو آهن تو از فلان جا باید بری بخری. اصلا پولش نده، آهن بهش بده، گچ بهش بده، چیزی که بعد سرهم کنه، یه پولی بده فقط اون کارگر اون معمار اون چیزا رو بخواد کنه، یا پول بده بن بهش بده، بن آهن بده، بن سیمان بده. آقا تو 80 متر میخوای آپارتمان بسازی، زمینش هم مال منه، اینقدر سیمان میاره، برو سیمان تو بخ. درست شد؟ چرخه رو درست کردی دیگه. این بابا بدید اینا رو انجام بدید، چپ و راستشون هم همینه. برو مگه نمیخوای رأی بیاری دوره بعد؟ بیا برو اجرا کن دیگه، اینا رو مطالبه کنید مردم.